درود فراوان به شما نازنینان، هممیهنان، فارسی زبانان و بینندگان این رسانه دیداری در جای جای جهان پهناور، ضمن آرزوی سلامتی و شادکامی برای یکایک شما عزیزان، برنامه امروز رو آغاز میکنیم. به پایان سال میلادی نزدیک میشویم، در حالی که یک شوق و شور فرارسیدن سالی جدید در یکایک قلب ها وجود داره و هر کسی آرزویی داره و امیدواره که در سال جدید به این آرزوی خودش برسه. از هفته آینده برنامه ما تا سال جدید میلادی قطع خواهد بود و در سال 2019 بنده خدمت شما نازنینان خواهم رسید و با هم صحبت خواهیم کرد. علی حال امیدوارم سالی رو که تا اینجا پشت سر گذاشته اید با موفقیت و سلامتی سپری کرده باشید و روزهای آیندتون نیز همچنان پربار و زیبا باشه. دوستان، عزیزان، نازنینان، ما آنچه را که در ارتباط با زندگی روزمره لازم داریم در وهله اول تفکر و این تفکر میتواند در بسیاری از موارد به ما کمک کنه. همان گونه که سعدی میفرماید زبان بریده به کنجی نشسته سمون بکم، به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. متاسفانه ما در همین فضای مجازی که گاهی ممکنه شما عزیزان به اون سری بزنید و روی فیسبوک خودتون نگاهی بیاندازید، میبینیم انسانهایی که بدون تفکر، بدون اینکه اندیشه بکنن، نظریه ابراز میکنن و موجب ناراحتی برای دیگران میشوند. یک واقعیت به طور کلی برای هر ایرانی در طی این 40 سال روشن شده. حکومتی که تغییر پیدا کرد از پادشاهی به جمهوری، در طی 40 سال جز ناراحتی و دزدی، فحشا، فقر چیز دیگری برای مردم ایران به ارمغان نیاورد و حتی فرهنگی را که به اصطلاح تا حدودی پیشرفته شده بود و مردم اون خصائص زشتی که اسلام براشون به ارمغان آورده بود که مهمترینش دروغگویی بود، داشت از دامان جامعه پاک میشد، دوباره مرسوم گردید و دروغگویی یکی از اساسی ترین مسائل پیشرفت در جامعه‌ای که ادعای اسلامی می کرد برای مردم شد. چرا که آن رهبر هندیزاده اصالتاً انگلیسی برگشت گفت در گفته‌های قبل خودش خدعه کرده و دروغ گفته، حیله به کار برده. کسی که رهبریش با حیله
مسجل شود تکلیفش روشن است. حال به این مسائل کار نداریم. ما در جامعه باید به خودمون فکر کنیم. به خودمون فکر کنیم و ایرادات خودمون رو در وهله اول کنار بگذاریم و حذف بکنیم به قول معروف. اگر شما امروز میبینید که فرزن لباستون جایش لک شده، سعی میکنید این لک رو پاک کنید. چرا؟ دیگران وقتی این رو میبینن به چشمشون میاد و حالت زننده‌ای داره. یه لک ساده روی لباس موجب میشه شما مثلا وقت صرف کنید، لباس عوض کنید یا سعی کنید اون لکه رو از بین ببرید. ولی چرا از نظر تذهیب اخلاق و پاکیزه نمودن اخلاق خودتون نمیخواید کاری بکنید؟ یعنی بیایید بیاندیشید و سعی کنید ایراداتی که در زندگیتون وجود داره اونها رو برطرف کنید. یکی از این ایرادات مهم همین دروغگوییه، یکی دیگه خودخواهیه، یکی عدم اندیشیدن و حرفی رو بدون تفکر زدنه. همون حرفی که سعدی میگه که زبان بریده، یعنی اگه زبانتو ببرن و یه گوشه بگیری سمنبک، یعنی ساکت بشینی و هیچی نگی، بهتر از اینه که زبان داشته باشی و این زبانت اختیارش دست خودت نباشه. بدون تفکر هر چی گل زبونت آمد بگی. خب یکی از این چیزهایی که ممکنه من و شما به اون مبتلا باشیم غیبته. من بیام پشت سر یکی از دوستان برای دوست دیگری غیبت کنم، از این عمل خودم من چه برداشتی میتونم داشته باشم؟ چه فایده‌ای برای من داره؟ ولی اگر تفکر کنم میبینم اگر دوستی رو که دارم براش غیبت دیگری رو بازگو میکنم یه قدری عاقل باشه، میگه آن که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد. بنابراین عزیزان، دوستان، سعی کنید خرد رو فراراه زندگی خودتون قرار بدید تا بتوانید در زندگی پیروز شوید. ما در طی 40 سال دریافتیم که یک حکومتی داریم که فقط دروغ میگه، مخالف آزادی های اولیه که برای هر انسانی لازمه هست و نمیخواد بگذارد کسی سخنی بگوید تا آنها راحت به امور خلاف خودشون ادامه بدن و ثروت مملکت رو به باد بدن. آب رو محمد خاتمی میبخشه به کشورهای عربی و کشاورز ایرانی رو دچار مصیبت میکنه و بانک ها رو خالی میکنند، اختلاس میکنند و فرار میکنند. حقوق بازنشستگان رو از صندوق بازنشستگی برمیدارند و میگریزند و هزاران هزار عمل ناشایست که این آقایون در طی این سالها انجام دادن. حال باز هم میبینیم افرادی این سو و آن سو دم از جمهوری میزنن. جمهوری یک بار امتحان خودش رو داد، مردم دریافتند که جمهوری چیست. مذهب یک بار امتحان خودش رو داد و مردم دریافتن، مذهب اسلام البته، مذهب اسلام چیست و فهمیدن چه کلاهی در طی 1400 سال بر سر پدرانشون گذاشتن. اگر روشن نشدن
باز هم باید گفت ابله هستند. اگر ابله نباشند، شمایی که به سینه خودت میزنی یا زنجیر به پشت خودت میزنی یا قمه برمیداری بر فرق خودت میکوبی، که امیدوارم فرقت به دو نیم بشه که دیگه وجودت از روی کره خاکی پاک بشه، آخه تو چه شعوری داری؟ ما چوب شما بیشعوران رو خوردیم، در سال 57 راه افتادید این او سیل و جلوی این سیل رو کسی نمیتونست بگیره، چون بی بی سی شماها رو به راه انداخت و آمد یک ملای بی سواد احمق و دروغگو رو رهبر مملکتی کرد که پادشاهان بزرگی در این سرزمین حکومت کردند و مملکتی که ثروتی بسیار فراوان دارد و این ثروت رو در طی 40 سال به باد دادن، برای 100 سال دیگه هم کشور ما ثروتمند هست، چون از منابع و معادن سرشار و غنی هست. دوستان توجه بفرمایید، ما الان دیگه به قول معروف از یک سوراخ یک بار گزیده شدیم، برای بار دوم گزیده نخواهیم شد. من نمیگم حکومت جمهوری حکومت بدی هست، ولیکن بایستی هماهنگی باشه بین پرورش و آن حکومتی که ما در آینده خواهیم داشت. ما هنوز به اون رشد کامل از نظر داشتن یک حکومت جمهوری نرسیدیم. چرا؟ به ما یاد دادن خودپرستی رو، به ما یاد دادن خودخواهی رو، یعنی میگویند اگر در مسندی نشستی سعی کن جیبت رو در وهله اول پر کنی، با دزدی با هر حقه‌ای شده خودت رو ثروتمند کنی و به قول معروف پشت خودت رو ببندی، چون شانس یک بار به تو روی آورده. در صورتی که اگر به ما یاد بدند که ما بایستی جامعه رو به پیش ببریم که جامعه درآمدش افزایش پیدا کنه و اثرات این افزایش درآمد روی کل جامعه که ما هم عضوی از اون جامعه هستیم بشه، اون موقع است که ما به تکامل فکری رسیدیم. نه اینکه وقتی به مسند قدرت نشستیم سعی کنیم پشت خودمون رو ببندیم. بنابراین ما برای رسیدن به این مرحله از تحول سیاسی نیاز به زمان داریم، نیاز به آموزش و پرورش داریم. اگر ما دقت بکنیم، تنها جای اساسی که مورد تهاجم بیگانگان قرار گرفته از زمان ورود برادران شرلی تا به امروز فقط و فقط آموزش و پرورش مردم این سرزمین بوده. شما دقت بفرمایید، این واقعا دردآور و ناراحت کننده است. ملتی راه میافتد و میگوید ما مشروطه میخواهیم، در حالی که از این ملت 90% نمیدونه مشروطه چی هست، 10% که میدونه مزدوران دولت بریتانیا هستند که با حق بازی سواد آموختن، و اون 10% 2% ممکنه از این مسئله مبرا باشن، بگیم 8% مزدوران دولت بریتانیا هستن، 2% هم که مانند میرزاده عشقی یا ایرج میرزا و قس الهازا در جامعه بودند، مشکلاتی داشتند،
یا مانند احمد کسروی، احمد کسروی داخل گروه ماسون ها میشه و اون اجازه رو نداشته که مردم رو اونطور که باید و شاید روشن کنه. آقای میرزاده عشقی نهایت اهانت رو در رابطه با رضا شاه کبیر به کار میبره، در حالی که مردی است بسیار فهمیده، ولی به دلیل عدم آگاهی از مسائل اجتماعی نمیتونه آنالیز یا تجزیه و تحلیل درستی از مسائل روز داشته باشه و شرایط جانبی که برای رضا شاه کبیر وجود داشته، مسائلی که پشت پرده رخ میداده، از آنها بی اطلاع بوده و چنین اشعاری رو سروده. یا صادق هدایت، صادق هدایت وقتی علوی خانم و حاجی آقا رو می نویسه، این انسان با اینکه آگاهی و دانایی بسیار داشته، قلم تیز خودش رو مانند خنجر به سوی رضا شاه روانه میکنه. خب ما نمیتونیم بگیم صادق هدایت انسانی فهمیده نبوده، انسانی فهمیده بوده، ولی کن چرا به یک خادم اینگونه حمله میکنه؟ برای اینکه اطلاعات کافی از مسائلی که پشت پرده رخ میداده نداشته. احمد کسروی انسانی بسیار والا، بسیار فهمیده، ولی به دلیل محدودیت هایی که ماسون بودن برای ایشون به وجود آورده، نتوانسته تجزیه و تحلیل واقعی از مسائل اجتماعی بکنه. در اون شرایط شما عزیزان میدونید که فرماسونرها اگر کسی که عضو این گروه هست برخلاف دستورات استاد اعظم لوژ عمل بکنه، با جان خودش بازی کرده و او رو بلافاصله خواهند کشت. این هستش که احمد کسروی هم بیم جانش رو داشته، هم عشق میهنش رو. بیم جانش رو نه به خاطر ترسیدن از جانش، به قول معروف ما گرز سر بریده میترسیدیم، در مجلس عاشقان نمیرخصیدیم. احمد کسروی آخر سر هم جان خودش رو برای خاطر بیپروایی خودش از دست داد، برای اینکه آنها حاضر نبودند، یعنی انگلستان به هیچ عنوان حاضر نبود استعمار و خریت از جامعه ایرانی دور بشه. برای همین ایرج میرزا رو کشت. شما عزیزان اگر الان بررسی بکنند، اگر تار مویی از ایرج میرزا بعد از فوتش گیر بیارند، میبینند او به سرنوشت ناپلئون دچار شده است. چرا؟ برای اینکه ایرج میرزا دقیقاً اسلام رو به تمسخر گرفت و همین به تمسخر گرفتنش واقعاً نوری بود که در جامعه تابید و مردم به خود آمدن، وگرنه همه عین و بز اخفش همه فکر میکردن آنچه که اسلام گفته واقعیتیش که نباید هیچ عدولی از اون بشه و هیچ کس حق نداره پاش اونور خط قرمز بگذاره. ولی وقتی ایرج میرزا اون شعر حجابش رو میگه و میاد واقعیت اسلام رو بی پرده بیان میکنه، این خودش کار بسیار بزرگی بوده. و چگونه بوده که این انسان فهمیده به این سرعت از میان میره و میمیره و میگن درگذشت؟ نه، من به هیچ عنوان نمیپذیرم که ایرج میرزا به مرگ طبیعی مرده. ایرج میرزا رو کشت انگلستان. انگلستان خیلی کسافت کاری کرد، همونطور که احمد کسروی در تاریخ مشروطیت
و تاریخ 18 ساله خودش اشاره میکنه، بسته های پستی میفرستاد که منفجر میشدن. آزادی خواه ها به محض اینکه این باز میکردن منفجر میشد و از بین میرفتن و هیچ کس هم نمیدونست این بسته پستی رو چه کسی فرستاده. ولی ما میدونیم وقتی یک آزادی خواه از بین میره، دست انگلستان در کاره و او هست که میخواهد که کسانی که روشنگر جامعه هستند وجود نداشته باشند. عزیزان، شما دقت بکنید، در تمام مسائل دقت بکنید و همینطور هر حرفی رو نپذیرید. الان ما در شرایط حساسی هستیم و بایستی هوشیار باشیم. کمونیست ها به جنب و جوش افتادن و فدایی ها به جنب و جوش افتادن، حزب توده به جنب و جوش افتاده. چرا؟ برای اینکه خاندان پهلوی رو خراب بکنن، ولی نمیتوانند، چون مردم آگاهی پیدا کردن. اون خواسته وزیر امور خارجه انگلستان که وقتی به آمریکا آمد و گفتش که ما با بازگشت پادشاهی به ایران به هیچ عنوان موافق نیستیم، نذارید عملی بشه. ما یک ملت آزاد هستیم و انگلستان حق نداره برای ما تصمیم گیری کنه. دوستان، بارها براتون گفتم جیمی کارتر بزرگترین خدمتی که کرد به انگلستان، آمد آمریکا رو از ایران بیرون کرد. چرا؟ در زمانی که آمریکا در ایران حضور داشت، آمریکا دنبال منافعش بود در ایران، ولی از چه راهی؟ از راه رقابت در تجارت. با اروپا رقابت میکرد و در چه امری؟ در تجارت. ولی وقتی آمریکا رو آقای جیمی کارتر انگلیسی از ایران بیرون راند با اون توطئه و نقشه‌ای که سفارتش رو بگیرند و هیچ گونه عکس العملی نشون نده و روز یک شنبه کلی از کارکنان سفارتخونه رو روز تعطیل بیان در سفارتخونه مشغول کار باشن و همه رو بیان گروگان بگیرن. حتما کارمندان سفارتخونه هم مسلمون شده بودن، روزای جمعه میرفتن نماز جماعت و این برنامه ها، روزای یک شنبه رو دیگه تعطیل کرده بودن، به عیسی اعتقادی نداشتن و به مثال میلادی اعتقادی نداشتن، بایستی میومدن سر کار روز یک شنبه که این آقایون هم برن اونجا گروگان بگیرنشون. به هر روی دوستان عزیزان، اینها مسائلی هستن که آقای جیمی کارتر اینها رو بیرون کرد، آمریکا رو از کشور ما بیرون کرد. الان هم انگلستان سعی میکنه که به هیچ عنوان سفارت آمریکا در ایران باز نشه. چرا؟ برای اینکه داره اون مملکت رو چپاول میکنه، چپو میکنه و خائنین رو رأس کار گذاشته و اروپایی‌ها هم یکیه استخون انداخته جلوشون، اینو سگ میگه اینا رو حالا فعلا گاز بزنین، گوشتا رو میخوره استخوناشو میده به اونا. الان در حال حاضر ما در چنین شرایطی قرار داریم. حال ما برخی از دوستان رو میبینیم که علی‌رغم اینکه میدانند حزب دموکرات هر بار که بر روی کار آمده ایران رو دچار مصیبت و بلا کرده، باز هم طرفدار حزب دموکرات هستند در جامعه و اینها نمیخواهند بپذیرند، حداقل بیایند برند تاریخ رو مطالعه بکنند و ببینند، تاریخ آمریکا رو مطالعه کنند و با تاریخ ایران تطبیق بدن، ببینند هر بار که دموکرات ها بر سر کار آمدند چه بلایی بر سر کشور ایران و مردم ایران آمده. باز هم عده‌ای طرفداری میکنند. البته کاش این برنامه قبل از انتخابات میاندوره‌ای که دیروز انجام شد بود که شما عزیزان مطلع می شدید، ولی خب متاسفانه هفته پیش من یادم رفت به این مسئله اشاره بکنم. به هر روی ماهی را هر وقت از آب بگیرید می میره. در آینده حواستون جمع باشه، بدونید دارید چه کار می کنید.
دوستان عزیزان، ما سعی میکنیم آنچه را که به قول معروف میگن من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال، آنچه که لازمه برای زندگی اجتماعیتون به شما بگیم و اگر دوست داشتید بپذیرید، دوستم نداشتید به روش خودتون همچنان ادامه بدید. ولی مطمئن باشید آنچه که بنده در اینجا میگم خالصانه و برای رفاه جامعه ایرانی بیان میشه، نه برای خودخواهی خودم که بخوام بگم من هم چیزی گفتم. نه، من نیازی ندارم که بیام چیزی بگم یا خود نمایی کنم. من اونچه رو که میگم برای این هستش که شما عزیزان بتونید بهتر بیندیشید و راحتتر زندگی کنید. شرایطی که الان با این گرانی در کشور ما حکم فرما هستش، مردمی که واقعا با گرسنگی دست به گریبان هستند و شرایط بسیار سختی رو میگذرونند، برای بسیاری از کسانی که خارج از ایران هستند غیر قابل درکه. چرا که در گذشته گفتند سیر از گرسنه خبر نداره و سواره از پیاده. شما وقتی یه مسافت طولانی مجبور میشید پیاده روی کنید، درد این خستگی رو احساس میکنید، خستگی ناراحتتون میکنه. پس آن زمان که سوار هستید، اگر پیاده ای رو میبینید که نیاز به کمک داره، به داد او برسید. البته در آمریکا هیچ کس این کار رو نمیکنه، میترسن، ولی خب حالا دیگه این خدمات اوبر و لیفت و اینا هستش و خیلی کارو ساده کرده. ولی در سال 2001-2002 که بنده اینجا بودم، اگر شما اتومبیل نداشتی واقعا بیچاره بودی و حتی مجبور بودی مسافت‌های بسیار زیادی رو پیاده بری، خصوصا آخر شب که وسایل همگانی آماده سرویس نبودش. به هر روی این مسائل هستش. سرودی میشنویم، باز میگردیم، باز هم با شما سخن خواهم گفت. حضور تو همچون نسیم میبرد مرا به عمق تازه، از حضور میکشد مرا. حضور تو همچون نسیم مرا به عمق تازه، از حضور میکشم مرا. حضور تو میبرد مرا، حضور تو مرا. پرساز وجودم را، پرساز از حضورم، پرساز وجودم را، پرساز از حضورم. وجودم دست توست، قلبم سرمست توست، مرا آماده کن، به روحت تازه کن.
شب مرا آماده کن، یه لمس تازه کن، بندهایم باره کن، برای آتشم مرا آماده کن، یه لمس تازه کن، بندهایم باره کن، برای آتشم جاری شو در ما روح القدس، جاری شو در ما، یه لمس تازه کن، بندهایم پاره کن، مرا آماده کن، یه لمس تازه کن، بندهایم پاره کن، برای آتشم مرا آماده کن، یه لمس تازه کن، بندهایم پاره کن، برای آتشم مرا آماده کن. جاری شد در ما روح القدس، جاری شد در ما. تو
مجدد خدمت شما نازنینان. در این قسمت از برنامه دوست دارم یک جمع‌بندی بکنم از برنامه هایی که در طی این سال برای شما عزیزان اجرا کردم و یادآوری بکنم چه مسائلی بیشترین اهمیت رو در تفکر سیاسی شما نازنینان باید داشته باشه. یک واقعیت رو در وهله اول باید بپذیرید. همون گونه که در قسمت اول اشاره کردم، آموزش و پرورش نقش اساسی داره و شما ببینید وقتی که مشروطیت به قول معروف جا افتاد و اون کودتا توسط انگلستان انجام شد که اسمشو میذارن انقلاب مشروطیت، در حالی که در ظاهر عین کودتای 57 اسمش انقلاب بود ولی واقعیتش کودتا بود و در هر دوتا انگلستان منافع خودش رو میخواست حفظ کنه. مشروطیت رو براتون گفتم، چون پادشاهان قاجار مستبد بودند و گاهی سر خود تصمیماتی می گرفتند که به نفع دولت انگلستان نبود و منافع دولت بریتانیا رو
به خطر می انداخت، اینها بساط مشروطیت رو با واژه آزادی خواهی به راه انداختند و آمدند مجلس رو ساختند در مقابل پادشاه، که اگر پادشاه مستبد خواست کاری انجام بده که خلاف میل انگلستان باشه، انگلستان که در مجلس ماسون‌ها رو اعزام داشته در داخل مجلس نشستن و یا کسانی که دوست هستند با ماسون‌ها و تحت تأثیر فرماسونرها قرار دارند در آنجا حضور دارند، با اشاره‌ای جلوی شاه بایستند و بگن تو حق نداری چنین کاری بکنی. مثلا اگر به روسیه تزاری شاه میخواد امتیازی بده، مجلس مخالفت میکنه. تا مجلس تصویب نکنه شاه نمیتونه این امتیازو بده. یعنی در واقع یک کنترلر گذاشتند برای پادشاهان که پادشاهان بدون اجازه مجلس، یعنی بدون اجازه ماسون‌ها نتوانند کاری بکنند. خب احمد کسروی می نویسه وقتی مشروطیت به ثمر رسید و قرار شد که نماینده ها به داخل مجلس بروند، اوسا حسین کفاش، یک آدمی که بی سواد بود، فقط از کفاشی سرشته داشت، یا احمد علی نجار که فقط از نجاری سرشته داشت، یا حسین قلی خیاط و و و همینطور افراد بی سواد، اینها می پرسیدن مشروطه چی هست که آقای فروغی و امثال هم در این ارتباط می نویسن کلاس مشروطیت گذاشتن برای این افراد بی سواد که اینها درک بکنن مشروطیت چی است و بعد به مجلس برن. خب یه کسی نیست در اینجا سوال بکنه ملتی که برای مشروطیت انقلاب کرده به قول شما خودش نمیدونه مشروطیت چیه. حالا بعد از به ثمر رسیدن مشروطیت شما دارین واژه مشروطیت رو تفهیم او میکنید که بداند مشروطیت چی است. پس ببینید سیر افراد نادان بی اطلاع همیشه حربه‌ای بوده در دست دولت انگلستان، و از این حربه برای کوبیدن افراد آگاه و مطلع همیشه استفاده کرده. نه تنها در ایران، شما تاریخ فرانسه رو میخونید، ژاندارک رو میبینید که همین مردم عوام و نفهم زنده زنده کسی رو که عشق میهنش رو داشت و میخواست به مردم خدمت کنه، عاشق مردم بود، زنده زنده در آتش کردند. حال بعد از سوزاندن ژاندارک بیان نام مدرسه رو، نام نمیدونم فلان موزه رو، فلان تابلو رو، همه اینها هی ازش قدردانی کنند و تعریف و تمجید کنند، چه فایده ای داره؟ او رو نابود کردند، بعد هم بزرگش کردند. یکی از روش‌های کثیف دولت بریتانیا همینه، طرف رو میکشه بعد اشک تمساح در نبودش میریزه. ما بایستی هوشیار باشیم
بایستی افراد ناآگاه رو، افراد نادان رو آگاه کنیم که بفهمند یکی از بزرگترین مسائل و مهمترین مسائل برای هر کسی که ادعای میهن پرستی میکنه، ادعای ایران دوستی میکنه، همین آگاه کردن مردم عوامه، مردمی که چیزی نمیدانند، مردمی که میآیند. شما در فضای مجازی میبینید میاد مطمئن و با عین مینویسه، یعنی تحصیلات ابتدایی تا کلاس 6 ابتدایی هم این آدم نداره که چنین اشتباهی میکنه. یا بعضی از واژه ها رو حروفش رو اشتباه هم به کار میبرن و بعضی از کلمات رو اصلا وقتی میخونید تلفظش غلطه. اینها ایراد نیست، اینها نشانگر عشق اون کسیه که میاد و پستی میذاره و با خلوص نیت میهنش رو دوست داره ولی خب تحصیلاتی نداره. یعنی در جامعه ما حتی اونها که تحصیلاتی ندارند گاهی خیلی ارزشمندتر از اون کسانی هستند که دکتر و مهندس هستند ولی خائن هستند و به ملت و به همه هممیهنانشون خیانت میکنند. عزیزان، دوستان، بایستی ما یکی از مهمترین وظایف خودمون رو آگاهی دادن به مردم بگذاریم. وقتی این فونداسیون جامعه که آگاهی باشه درست بشه، جامعه درست خواهد شد. نکته دیگری هست که ما سعی کردیم در طول تمام برنامه هامون اینو توجه شما عزیزان رو بهش معطوف کنیم، اون نکته دور کردن یأس و ناامیدی از خودتون و از جامعه است. هیچ وقت به خودتون نگویید ملت ما درست نمیشه، ملت ما هیچ وقت نمیتونه عین اروپایی ها تفکر کنه، بهتر از اروپایی ها هم میتواند تفکر کند. ملت ایران ملتی است که نمونه طرز تفکرش نوشته های کوروش کبیر هست یا داریوش بزرگ هست. شما عزیزان مشاهیر ایران رو، گفته ها و سخنانشون رو بیاید بررسی کنید، ببینید چقدر دانایی، چقدر تفکر در لابلای سخنان آنها هست. پس بنابراین ایرانی خیلی برتر از سایر کشورها، مردم سایر کشورها هستش و این قدرت و قابلیت رو داره که بتونه باز هم به اصالت خودش برگرده. برای بازگشت به این اصالت لازم و ضروری هستش که شما یکایکتون یأس و ناامیدی رو از خودتون دور کنید. و چقدر جالبه، من حقیقتی رو براتون میگم. من روزهای یک شنبه که به کلیسای پرستندگان عیسی مسیح میرم و کشیش رسول صحبت میکنن، یکی از مهمترین قسمت‌های سخنان ایشون در ارتباط با این هستش که باید امیدوار بود، بایستی ناامید نشد. حقیقتی است ما نیاز داریم بشنویم، هر چقدر هم بدانیم باز هم نادانیم و
و دوست دارم من بشنوم، بیشتر بدانم و حتی این مانند یک تبلیغ در ذهن من همیشه صدا بکنه که ناامید نباید شد، می توانیم، قادر هستیم. حال بگید خداوند ما رو کمک میکنه، حال شما اعتقادی به خدا ندارید، هر نیروی دیگری حتی خودجوش در وجود شما به شما کمک میکنه. ما نمیخوایم شما مذهبی باشید، ولی حقیقتگرا باشید، واقعیتگرا باشید. اگر گفتارها رو گوش میکنید، در این گفتارها اون لب مطلب رو شما بگیرید و در موردش اندیشه کنید. پس یکی دیگه از مواردی که ما روی اون تاکید داشتیم در طول برنامه هامون همین دور کردن ناامیدی از خودتون بوده. مسئله مهمتری که هفته پیش هم بهش اشاره کردم و لازمه بیشتر در موردش صحبت کنم که شاید در آینده باز هم در موردش صحبت کنم، مسئله خود را کم گرفتن، خود را ناچیز گرفتن، تن به پستی دادن، به خود ناسزا گفتن. این دلیلی نیست برای اینکه هر کسی بتواند بگوید ما ایرانی ها از گاو هم نفهمتریم، تو غلط کردی که چنین صحبتی میکنی. ما ایرانی ها خیلی قشنگم فکر میکنیم، خیلی هم دانا هستیم، چرا به خودمون ناسزا باید بگیم؟ هر کسی که به ایرانی اهانت میکنه توی دهنش بزنید، نایستید، نگاه نکنید، سکوت نکنید. ما بایستی یاد بگیریم اگر خودمون به یکدیگر احترام گذاشیم، دیگران هم به ما احترام میگذارن. اگر ما به خودمون احترام نذاریم، چه توقعی داریم که بیگانگان به ما احترام بگذارن؟ این رو از ذهنتون حذف بکنید که دیگر به خودتون و به ایران و ایرانی ناسزا بگویید یا ارزش‌های معنوی مردم سرزمین خودتون رو پایین بیارید. و نکته بسیار جالبتری که باز هم روی اون تاکید داریم خرافه و خرافه پرستی است که بایستی از خرد خودتون مدد بگیرید. در برنامه‌های متعدد خدمتتون گفتم بایستی از خرد خودتون مدد بگیرید و این خرافات و خرافه پرستی رو دور بگذارید. واقعیتی هست وقتی یک بیگانه برمیگرده میگه که شما مگه قبول ندارید که امام حسین آدم خوبی بوده و آدم پاکی بوده، پس جای اون مگه در بهشت نیست؟ ما میگیم چرا؟ هستش، چون پاک بوده تو بهشت طبق این فلسفه اسلام. میگه پس چرا تو سر خودتون میزنین؟ چرا گریه میکنین؟ چرا سینه خودتون رو میزنین؟ زنجیر میزنین؟ غمه به خودتون میزنین؟ میخواید از بهشت بیرونش بکشین؟ یا یزید رو میدونید که تو جهنمه، چیکارش دارید؟ خب بذارید بسوزه. این مزخرفات، این دریوری ها که برادران شری آوردند به این مملکت و یکیشون هم پیش نماز شد، عبا و عمامه اختراع اون بود، یکی از برادران شری بود. شما پس دریابید، شما ببینید استعمار بدتر از استعماره. اول استعمار رو عملی میکنن، به خریت میکشن یک جامعه ای رو و نادان میکنن با خرافه و خرافات، و بعد به زنجیر میکشندش، بردش میکنن، مالشو میبرند، ثروتشو چپاول میکنن. تا استعمار نباشه، استعمار نمیتواند نتیجه مثبت بدهد.
بنابراین هوشیار باشید. اینی که من میگم که هم میهنان خودتون رو آگاه بکنید و این بزرگترین وظیفه است، به خاطر این مسئله است که اگر کسی دانا باشه زیر بار نمیره، ولی وقتی کسی نادان باشه میگن آقا نجفی کرامات داره، نعله این جلو پاش جفت میشه، آهنربا رو انگلیسا میزنن تای اساش، وقتی میذاره زمین نعلای آهنی نعل اینها رو میکشونه به طرف اعصا، ایشون هم فلفل پاشو میکنه اون تو، میگن آقا نجفی کرامات داره. خب اگه کرامات داره پس الان کامپیوتر و هزاران پدیده دیگه علمی که میبینیم اینا هم کرامات به اصطلاح مخترعین اونا هست، اونا هم هر کدوم یکی یه پیغمبر هستن، یک فرستاده خدا هستن. این مزخرفات چیه که کرامات داره؟ این خرافه ها رو بریزید دور، این ها رو از مغزتون پاک کنید. شما انسان باشید، درس انسانیت بیاموزید، به هم نوع خودتون اگر نیاز داره کمک کنید، از دروغگویی، از افترا، از دزدی، از غیبت و آزار رساندن به دیگران و خیلی چیزهای دیگه‌ای که در همون گفتارهای زرتشت هم نهفته هستش پیروی کنید و انسان باشید. اگر انسان بودید شما پاک و منزهید، وگرنه با گریه زاری کردن، با تو سر خود زدن و سینه زدن کسی انسان نخواهد شد. تا سال آینده و برنامه دیگر، همه شما نازنینان، همه شما بینندگان عزیز این رسانه دیداری در جای جای جهان هستی رو به خداوند متعال می سپارم و برایتان روزهای خوب و خوش و پر از سلامتی و شادمانی خواستارم. خدا نگهدار.